جان جان توی سینش جان 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 یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره. سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. امشب مهمان همیشگی دوشنبه های من آقای مانوک خدابخشیان و همینطور مهمان دیگر همیشگی من که از دو هفته پیش به گروه ما سه هفته پیش ملحق شدند جناب رضا گوهرزاد با هم هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. علاوه بر دو تن دوست ارجمندم، آقای رضا مهاجری نژاد هم از سان فرانسیسکو برای دقایقی با ما خواهند بود، چرا که بحث امروز زنده جامعه ایران مرگ یک فعال وبلاگ نویس است که بعد از 48 ساعت در زندان اوین به قتل رسید است. امروز درباره مرگ این وبلاگ نویس آقای بهشتی، ستار بهشتی با شما صحبت میکنیم. ببینیم که مسئله نقض حقوق بشر در ایران تا به کی میتواند این چنین وحشیانه ادامه داشته باشه و چه اتفاقی افتاده است که مقامات مختلف جمهوری اسلامی این بار ناچارند درباره مرگ ستار بهشتی توضیح بدن. و در شروع برنامه تمری رو به شما نشون میدیم که در سوئد منتشر شده در مورد خانم نسرین ستوده. نمیدونم آقای عماد اگر نه تمر رو داریم، بله این تمر رسمی منتشر شده است در سوئد به احترام خانم نسرین ستوده. ملاحظه فرمایید که در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری آقای اوباما و واماندگی رژیم برخوردهای حقوق بشری با رژیم جمهوری اسلامی ایران بالا گرفت است. یک بار دیگه تمر خانم نسرین ستوده رو اگر ممکنه نشون بدین تا بینندگان حتما به یادشون این تمر بمانه و کار با ارزشی که هلندی ها کردن. من امیدوارم روزی سراسر جهان فعالین حقوق بشر ایران رو این چنین مورد ستایش قرار بدن، به ویژه نسرین ستوده که واقعا قابل همه این ستایش ها هست. و همونطور که در برنامه پنجشنبه خودم به شما قول دادم، یک سری کلیپ های ما از آقای رضا رشیدپور داریم که به نظر میرسه نگاه متفاوتی است. حالا اینکه پشت سر ماجرا چی هست و آقای رضا رشیدپور چرا این کلیپ ها رو تهیه میکنه، اون به من مربوط نیست. من خیلی نمیرم دلایلش رو پیدا کنم. محتوای برخوردش اهمیت داره. و اینا 15-16 تا کلیپه. من قول دادم که اینها رو در برنامه خودم هر شب پخش بکنم. مدتش 5 دقیقه است. ببینیم که این بار در این کلیپ که خطاب آقای رشیدپور به بعضی از ایرانیانی است که از اون میخواهند که کاری که اونها دلشون میخواد رو بکنن و اینها اغلب ساکن خارج از ایران هستند، در رابطه با این مسائل چه میگوید. و برمیگردیم و میریم سر اصل متن برنامه، میپردازیم به ماجرای ستار بهشتی و تا اونجایی که میدونیم این است که آقای رضا مهاجری نژاد چند روز قبل از مرگ ستار بهشتی با ایشان گفتگوی تلفنی داشته. نظرات ایشون رو هم به اتفاق جناب مانوک خدابخشیان و آقای رضا گوهرزاد خواهیم شد. ابتدا اجازه بدید به وعده خودم وفا کنم و این کلیپ آقای رضا رشیدپور رو با هم نگاه کنیم. وقت بخیر خانم آقایون، سلام عرض میکنم. تایمر گذاشتم برای خودم که سر 5 دقیقه حرفامو تموم بکنم. خیلی ممنون از محبت هاتون. یکی دو سه نفری هستن در کامنت ها که شبهه افکنی میکنن، اون هم با توهین و الفاظ رکیک. من برای اولین و آخرین بار جواب میدم، گفتم من مزدورم، من جیره خور هستم، من میلیون میلیون پول گرفتم زدم به جیب و الان دارم تنور داغ میکنم. از این حرفا پرسیدن این تابلوی پشت سرم، این گرامافون رو
از کجا خریدم، انگار که با این دوربین همه خونه زندگی من دارن میبینن و میبینن که من مولتی میلیاردرم. ببین دوست نازنین من، شما اشتباه متوجه شدی، من آدم سیاسی نیستم، کار سیاسی هم بلد نیستم، سیاسی بازی هم بلد نیستم. شما فت و فراوون تلویزیون دارید در لس آنجلس که تلفن هاتون رو هم زنده پخش میکنن. خب زنگ بزنید، عقایدتون رو بگید، حرفاتون رو بگید. به ما چی کار دارید؟ ما یه رسانه خیلی کوچولو به نام کامپیوتر داریم، اجازه بدید دلمون به همین خوش باشه، کار زلال فرهنگیمون رو ادامه بدیم. جنس من جنس فرهنگه، با سیاست هیچ کاری ندارم. شما هر عقیده‌ای در سیاست داری برو در تلویزیون هایی که داری بگو، منم گوش میکنم، اگه پسندیدم عمل میکنم، نپسندیدم هیچی. چی کار به ما داری؟ چه روشنگری داری اینجا میکنی که من مزدورم؟ بله اگه در تهران نشستن و به قوانین کشور احترام گذاشتن و حرف دل مردم رو زدن مزدور بودنه، من با افتخار اعلام میکنم که بنده مزدور هستم، حرف دل مردم رو میزنم و مزدمو از اونها میگیرم در کامنت های پرمهرشون. مزدور یعنی مزد بگیر دیگه، من مزدمو از مردم میگیرم و هیچ نیازی هم ندارم که شما حتی مخاطب حرفای من باشید. عرض کردم استشمام هوای تهران از لس آنجلس کار خیلی سخت و غیر ممکنیه. خیلی به خودتون مغرور نشین و فکر نکنید که خبریه، هیچ خبری نیست. من با هموطنم دارم درد دل میکنم و حرف دلش رو میزنم. امیدوارم دیگه برید سراغ سایت ها و تلویزیون هایی که متناسب افکار شما هستند. من راجع به سریال حریم سلطان حرف زدم که یه عده‌ای ناراحت شدن، حتی خیلی شدید از من انتقاد کردن به دور از توهین. من توی یکی دو تا ویدیو یه سری گزاره به شما خواهم گفت و تصمیم گیری رو به خودتون واگذار میکنم، هیچ قضاوتی هم نمیکنم. به این چند تا جمله دقت کنید. سریال حریم سلطان به لحاظ دراماتیک سریال بسیار جذابی است. تلویزیون رسمی ترکیه TRT ساختمان 4 طبقه ای رو با کلی پرسنل تأسیس کرده، راه اندازی کرده. کار این پرسنل تحقیق و پژوهش در مسائل فرهنگی جمهوری آذربایجان و استانهای آذرینشین ایران هست. ببینن چه خوراک فرهنگی رو اونها خیلی زود میبلعن و جذب میکنن. 3. این سریال به امارات متحده عربی با قیمت خیلی بالایی فروخته شد و با تبلیغات بسیار وسیع، شاهد میارم در اتوبان شیخ زاید با کلی بیلبورد در امارات به نمایش درآمد و توجه مخاطبین رو به سمت خودش جذب کرد. این سریال به شدت در بعضی از قسمت‌های خودش ضد ایرانی می‌شود و تلقی بسیار زشت و ناپسندی از ایرانی‌ها به نمایش می‌گذارد. گزاره بعدی، این سریال با 1/10 قیمت به یک شبکه فارسی زبان ایرانی فروخته شده است. گزاره بعدی، علاوه بر دریافت 1/10 قیمت یعنی تخفیف 90%، در قرارداد به عنوان اشانتیون ذکر شده که بازیگران این سریال مقابل دوربین به ایرانی ها سلام میکنن، تعظیم میکنن بهشون و ازشون دعوت میکنن که این سریال رو ببینن تا این همبستگی و الفت بین مخاطب ایرانی با این سریال بیشتر بشه. گزاره بعدی، شاهی که در این سریال از او یاد میشود رفتاری بسیار بسیار ظالمانه و خبیثانه با ایرانی های اون موقع داشته و شما در روند سریال خواهید دید که ورود یک دختر خانم ایرانی چه اتفاقاتی رو در این سریال رقم خواهد زد. من همه این گزاره ها رو به شما عرض می کنم. در کنار این گزاره ها اینم یادمون باشه که سال هاست چشم دوختن به این خاک پرگوهر، به این مرز پرگوهر، به آذربایجانش، به کردستانش، به سیستان و بلوچستانش. منم و شما و هوش و ذکاوتمون که اگر انتقادی میکنیم از سر بغض و دشمنی نیست، از سر دوستی و رفاقت با خاک پاکمون هست. وجب به وجبش برای ما مقدسه. 5 دقیقه هم تموم شد. میگه که ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. باز راجع به تلویزیون های ماهواره‌ای و سریال حریم سلطان باز هم حرف برای گفتن دارم در ویدیوهای بعدی. تون تون بگم یه اتفاق دیگه هم افتاده. آقای بانکی که فیلم
تو و من یا من و تو رو بالاخره نفهمیدم کدومشه که ساختن با بازی رضا گلزار شکست خیلی سنگینی در گیشه خورده، یه مصاحبه کردن گفتن رضا گلزار پاهاش کجه خوب نمیتونه بازی بکنه. خیلی برای من شگفت انگیز بود، خیلی هم تو کامنت ها گفتم من اینو مطرح بکنم. آقای بانکی، من نمیخوام از بازیگری رضا گلزار دفاع بکنم، ولی همونقدر که از رضا گلزار شاید در بازیگری درجه یک نشه دفاع کرد، از شما در مقام کارگردان اصلا نمیشه دفاع کرد. برای اینکه کارگردان حداقل میتونه کست خودش رو کست خوبی بچینه. برادر من، شما که میدونستی پاهای رضا گلزار کجه نمیتونه فیلم بازی بکنه، میگه عروس نتونست حرکات موزون انجام بده، گفت اتاق کجه فیلمه نفروخته، میگن رضا گلزار پاهاش کجه. این بیرحمی ها رو در دنیای فرهنگی با هم دیگه نکنیم. بالاخره دنیا که همین امروز و فردا نیست، قراره باز چش تو چشم هم باشیم. رضا گلزار هم خیلی وقتی که نیست، خواستم به نیابت از طرفدارهاش با آقای بانکی بگم که کار قشنگی نکرده. تا ویدیو بعدی مخلص شما هستم. بله آقای خدابخشیان، جریان چی بود در این ویدیو؟ I love you. ببینید این چه ارتباطی با I love you داره آخه؟ اگه بگم یه روزی میگفتم گنجی بازی نکنید، امروزم ما بایستی، من هیچ کسو نه اتهام بهش وارد میکنم نه تهمتی وارد میکنم، شما به عنوان یک بیننده مسلماً وقتی چنین کلیپ های 5 دقیقه رو میبینید لذت میبرید. به هر حال نکاتی رو اشاره میکنه، نمیتونید بهش تهمت بزنید که چرا این مسائل رو عنوان میکنی. وقتی درباره سینما ایران صحبت میکنه، درباره آقای گلزار صحبت میکنه و بعد در مورد یک سریال یا فیلم ترکی صحبت میکنه، به هر حال شنونده و بیننده خودشو داره. در چنین شرایطی چرا باید پرسید؟ اگر میشه چرا که توجه داشته باشید اون سیستم یک پارچه‌ای نیست که شما بیایید و اتهام وارد کنید که چرا آقای رشید پور از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مثل که اخراج شد یا چی شد. دقیقا ببینید، در اون سیستم گروه های مختلفی هستن، اما زیباترین کاری رو که میکنن توجه مردم رو به خیابان دیگری میکشن. الان شما خواهید دید همین کلیپ ها در قرار گرفتن در سایت ها و پخش شدن ها ما رو شیفته ایشون میکنه و بهتر بیننده های خارج از کشور و داخل کشور شیفته ایشان بشن تا شیفته برنامه فرامرز فروزنده، به خاطر اینکه فرامرز فروزنده داره بحثای جدیتری رو انجام میده. ایشون هم خیلی آنستوار گفتن من کار فرهنگی میکنم، ولی در واقع کار فرهنگی ضد فرهنگی میکنن از نقطه نظر سیاسی، من اینگونه بگم. و بعد همینجوری که اشاره میکرد به یک تلویزیونی، ایشون تلویزیون جم تیوی یا یه اینجور اسم درسته؟ بله. من اتفاقا در یک سایتی به نام بولتن نیوز که مال دستگاه امنیتی رژیمه دیدم چه حمله شدیدی کرده به این تلویزیون. حتی نوشته شخصی به نام کریمیان با میلیاردها دلار این رو راه انداخته و در واقع یک حمله شدید بود. چرا اگر آقای کریمیان مورد حمله بخشی از دستگاه امنیتی قرار میگیره، تلویزیون ایشون در ایران پا بر جاست و به نوشته اون بولتن نیوز شخصیت های مثلا آقای خه یا بانوی نمیدونم میم، اینا دیدین با اسم مستعارای چیز میگین، اینها هم از دبی دعوت شدن این تلویزیون رو ران کنن. اینجاست که شما باید تحمل کنید. فقط فرمایشتون یادتون نمیاد یه جمله بگم. این تلویزیون امروز در ایران پر آگهی ترین تلویزیون موجوده. دقیقا. یعنی بقیه تلویزیون ها رو گرفته. دقیقا. با فاصله طولانی داره جلو میره. کی رو اوت کرد؟ تلویزیون برو اگر شما فرض میکردید تلویزیون من و توی که میگفتن یا تلویزیون اندیشه‌ای که میگفتن مردم دارن پاش میشینن، شما بلافاصله هدف اصلی همش انحرافه، بازی های انحرافیست. من آقای رشیدپور رو هیچ اتهامی بهش وارد نمیبینم، ایشون بچه اون سیستم بودن.
یعنی شما میخواید بگید که ما با پخش ویدیوی ایشون داریم میدون رو باز میکنیم برای جریان انحرافی؟ اینو دارید بله ببینید سریعتر روک و راحت میشون با نه 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 اجازه بدید گایی هم باید نگاه کرد بله ببینید اگر ما بیاییم همه چیز رو منع کنیم و سانسور کنیم مثلا حتی سریال های دوستانی که در تلویزیون درست میکنن قهوه تلخ رو نگاه نکنیم از نقطه جامعه شناختی از نقطه فرهنگی نمیفهمیم در اون مملکت چی گذشته بله. ببینید این داد و ستدی که بسیار روی لبه تیغ هست اجازه میده که بیننده و شنونده خودش تصمیم بگیره اگر ما بیاییم از اول بگیم نه این رو هم پخش نکنیم سریال قهوه تلخ هم پخش نکنیم فوتبال هم پخش نکنیم پس بنابراین ما اصلا درها رو بستیم این آقای به اصطلاح آقای رشیدپور دقیقاً به نحوی داره همینو میگه میگه ما از طریق همین تلویزیون کامپیوتری خودمون دات نت خودمون بذاریم ما صدامون پخش بشه او از ما نمیخواد ما او رو پخش کنیم نخواسته ولی میدونه پخش میکنیم به هر حال در ببینید آقای فروزنده عزیز سایت های معتبری من همین رو دیدم سایتی که برنامه من و شما رو هم درش قرار میده صحیح. برای من جالب بود نوشته بود 3 کلیپ از آقای رشیدپور به هر حال هزاران نفر همون جوری که برنامه‌های دیگر رو نگاه می‌کنن هم نگاه می‌کنن من نمیگم نگاه نکنید یعنی یه حرکت تازه است ببینید رژیم در جایی ایستاده که خودش هم متوجه شده که داره در واقع خودش بالکانیزه میشه داخل نظام نگاه کنید کار شوخی نیست شما بخواید مثل دوره استالین آقای هاشمی رفسنجانی رو تصفیه کنید پسرش رو از بیمارستان برو باید پس اتفاقهایی داره میفته که حتی یک دلغکی به اسم اژه‌ای که یکی از معروفترین عوامل سرکوب و شکنجه و بسا دستگیری بوده مجبور میشه بیاد و درباره آقای ستار بهشتی صحبت کنه چرا میاد صحبت میکنه؟ چون میدونه یک بخش دیگری از نظام داره این کار رو انجام میده اجازه فرمایید که بریم سراغ جناب گوهرزاد رضا گوهرزاد همکار دیگرمون نظر آقای گوهرزاد رو هم در این زمینه داشته باشید لطف بفرمایید آقای گوهرزاد رو بیارید چون نظر آقای گوهرزاد رو در این مورد میخواییم داشته باشیم تا اون بحثی که شما آقای گوهرزاد رو بیارید ما میتونیم که با هم این بحث رو ادامه بدیم ببینید شما نکته ای رو اشاره کردید به نظر من نکته مهمی بود ولی از روش گذشتید تمام هدف ها امروز از نظر وسایل ارتباط جمعی رو چند رسانه مشخص داره دور میزنه و حذف اینها و کمرنگتر کردن اینهاست اگه این تقسیم بندی به رسانه های دولتی و غیر دولتی بکنیم بدون تردید در رسانه های دولتی بی بی سی تلویزیون صدای آمریکا رادیو فردا دویچه وله اینها رسانه هایی است که رژیم نمیخواد پررنگ باشه در ایران در مورد رسانه های غیر دولتی تا اونجایی که من اطلاع دارم شاید مهمترین رسانه های موجود در همین لس آنجلس هست یعنی تلویزیون پارس هست رسانه های سیاسی منظورمه تلویزیون اندیشه هست تلویزیون کانال یک هست البته آقای زیاتابایی هم هست ولی ایشون به ایران نمیره این رسانه ها هست و برای رژیم رسانه های غیر دولتی حتی اهمیت بیشتری از رسانه های دولتی داره برای اینکه اینا خیلی آزادن در حرف زدن ولی رسانه تلویزیون صدای آمریکا ناچار سیاست های وزارت امور خارجه رو طی بکنه جناب عالی سیاست هیچ جایی رو بهتون دیکته نمیکنن قبل از برنامه که با تغییر همینش خطرناکه برای همین خیلی خطرناکه ببینید پرماز خان عزیز من ببینید همین الان صحبت این است که پروفسور جوزف نای بیاد بشه یا رئیس CIA یا بشه رئیس مثلا پنتاگون چرا جوزف نای برای آمریکایی‌ها مهمه ایشون طراح جنگ نرم بود به ویژه در رابطه با ایران ایشون با به بوشیا اخطار کرد شما دست به اسلحه نبرید
من با جنگ نرم این رژیم رو میخوابونم. وقتی به سایت های ویژه رژیم، ما باید لابلای خطوط رو بخونیم، وقتی به یک سایت های ویژه نگاه میکنید میبینید اینها چقدر متوجه این شدن که آمریکا داره یک جنگ نرم فرهنگی یا تبلیغاتی رو آغاز کرده. رژیم هم خودش رو برای این آماده کرده. رژیم الان وارد فاز جنگ نرم شده، نه فقط با آمریکا. برای رژیم این، ببینید رژیم، بی بی سی برای رژیم انقدر خطرناک نبود تا من و تو. بی بی سی امروز فرو ریخت. مردم تجربه بی بی سی دارن. صدای آمریکا یک روز صدایی بود، امروز خود رژیم هم متوجه شده اندیشه میتونه خطرناکتر از صدای آمریکا باشه. مردم همیشه دوست دارن، من وارد من فقط نظریامو میگم. بنابراین در مقابل هر ابزاری که شما دارید، چون این رژیم یک کارگاهایی داره، من همیشه گفتم کارگاهای بدیل سازی، آلترناتیو سازی، برای شما آدم میفرسته خارج، برای شما سفیرهای سبز میفرسته خارج، برای شما برنامه میسازه، فقط و فقط میدونه نمیتونه شما رو از پای در بیاره، حداقل میتونه بسیاری از توجه ها رو از شما بگیره، فقط بسام در تلویزیون ها نیست. بنابراین رژیم بسیار هوشیارانه از یک جنبه، در یک جبهه با ما میجنگه که در واقع جبهه اوله. من همیشه گفتم جبهه اول لس آنجلس بود. لس آنجلسی ها یک مقدار بی کفایتی نشون دادن، همه چیز شد دکان، همه چیز شد در واقع چیپ بازار، وگرنه رژیم بزرگترین نگرانیش پنتاگون نیست، نگرانیش ایرانیان لس آنجلس بودن، همین تلویزیون های لو بادجت ایرانی است. دقیقاً پدر اینا رو در آورد. بریم سراغ آقای رضا گوهرزاد، همکار ارجمندمون. جناب گوهرزاد سلام عرض کردم. آقای گوهرزاد، آقای گوهرزاد سلام. سلام، حال شما خوب هستی؟ قربان ببخشید که چند بار نمیدونم از سوی من یا از سوی شما قطع شد. خواهش میکنم فقط شما نگاهتون رو یه جوری بکنید که انعکاس نور تو عینکتون نیفته. وگرنه شبیه حاله نور آقای احمدی نژاد میشه. خب بحث ما رو شنیدید، ممکن نظر شما رو داشته باشم؟ ولی من بخشش رو شنیدم چون من رابطم با شما قطع بود، ولی میخواید که از حالا بحث ما در مورد این کلیپ های آقای رضا رشیدپور رو نمیدونم تا چقدر باش آشنا هستی. بله آشنا هستم. امشب یکی از اینها رو پخش کردیم و بعد با هم شروع کردیم به گفتگو کردن که معنی این کلیپ ها چیه. اینا باید به عنوان یک جریان آزاد فرهنگی در داخل کشور گذاشت، یا آقای رشیدپور هم داره یه جنس دیگر به ما میفروشه و ما داریم وسیله دست یه جناح دیگه ای از حاکمیت میشیم و بازی های فرهنگی حاکمیت. چون حقیقت چه بخواید من آقای رضا رشیدپور رو نمیشناسم، یعنی هیچ کس رو ما نمیشناسیم، ما نمیدونیم ایشون که و نمیتونیم به یه آدم فرهنگی اتهام بزنیم. شاید در این محدوده مجاز حرف زدن در ایران، و این فرد یه فرد اصیل با فرهنگ درست حسابی هم هست. نمیدونم، یعنی دست من بالاست از نظر شناخت و زبانم کوتاه برای اینکه یک قضاوت روشنی داشته باشم. بنده در مورد آقای مانوک خدابخشیان میتونم یه برداشت روشنی داشته باشم، ایشون هم در مورد من، هر دوی ما در مورد شما، ولی وقتی عناصری مثل آقای رضا رشیدپور وارد میشن که بیان گرمی داره، دید روشنی داره و در این محدوده وارد میشه، آیا این اقدامی که ما داریم میکنیم، صدا و تصویرشو داریم پخش میکنیم، آب به آسیاب یه جناحی در جمهوری اسلامی میرسیم، یا جریان فرهنگی اصیل جوان جامعه ایران رو داریم حمایت میکنیم؟ به نظر من قضاوت کردن در مورد این که این روی چه اون روی هر دو نادرست خواهد بود. چرا؟ اینکه اگر بگوییم که داریم جریانی از جمهوری اسلامی رو که تازه شکفته حمایت میکنیم، چون این قضاوت بر مبنای داده های درستی نیست و آگاهی کافی در مورد اون نداریم، به بی‌تردید به خطا رفتیم و به این ترتیب آب با آسیاب دشمن ریختن رو نمیتونیم اونجوری بهش اشاره کنیم. ولی از سوی دیگه اگه بخوایم بگیم که یک حرکت فرهنگی تازه است، ببینید داره جهان به این سو میره که از امکانات بیشتر استفاده میکنه. یه زمانی وبلاگ نویسی وقتی رسم شد،
طور دیگه شکفته شد و ایران شد یکی از بزرگترین یا مقام دوم در جهان. این نوع ویدیو ساختن، کلیپ های چند دقیقه‌ای ساختن که امکان تکنولوژیش به راحتی به تمام جهان میتونه برسه و در ضمن به سبب اینکه درگیری با حکومت نداره میتونه پخش بشه، یه نوعی از وبلاگ نویسی است. فراموش نکنیم ما قرار نیست 72 میلیون جمعیت ایران همه آدم‌های سیاسی و همه آدم‌های مخالف حکومت باشن. اصلا فرض رو بر این بذاریم که جامعه دیگری است. امروز در بخش ویدیویی که شما پخش کردین، اتفاقا یکی از درست‌ترین ها رو پخش کردین که ایشون موضع خودش رو مشخص میکنه و میگه که چه کار داره میکنه. میخواد یه کار فرهنگی بکنه و به ناب نظر ایشون مربوط نیست به کسایی که در جهان دیگر در خارج از کشور زندگی میکنن که ایشون چه کار است و چه کاری نیست. این رو هم نظرش رو میده. دو تا نظر هم در مورد مسئله هنری داد که برای من اتفاقا جالب بود. یکی این که در مورد آقای گلزار نظر میده که خب دوستش دارن و به سبب اینکه الان به آمریکا اومده و این روزها هیچ ایرانی لس آنجلسی نیست که در صف نیسته تا با ایشون یه عکس بندازه با چهره بسیار زیبا و ژست بسیار تمیز ایشون، از روزنامه نگار گرفته تا هنرمند، از سرمایه‌دار گرفته تا پزشک، همه بر روی فیسبوکاشون تصویری رو که با آقای محمد رضا گلزار انداختن رو میگذارن. قبل از اینکه ادامه بدید یک نکته رو فقط براتون یادآوری بکنم که آقای گلزار پسرخاله آقای رضا رشیدپور هم هست. بفرمایید. خاله من الان اصلا وارد این نمیشم. یه فردی آمده در خارج از کشور و داره در بین کسانی که در لس آنجلس هستن و قلب ایرانیان برون مرز هست، ببینید در مسائل هنری داره حضور پیدا میکنه و از حضورش هم واهمه نداره و هم با همه هم عکس میندازه. این در یک سو بی تردید و بی درنگ اون آقایی که به عنوان کارگردان از ایشون نام برد اونم اظهار نظر میکنه. اون اظهار نظر نشون دهنده این است که میخوان چگونه این هنرمند رو پاش رو مثلا ببندن یا جلوش رو بگیرن تا مبادا این هم به نوعی دیگر به یکی از هنرمندانی بدل بشه که آمد خارج از کشور و بر نگشت و شروع کرد علیه جمهوری اسلامی صحبت کرد. این نمیشه در موردش قضاوت کرد. ولی اون چیزی که در مورد یک سریال تلویزیونی از یک کانال تلویزیونی ایشون صحبت کرد، نکات بسیار جالبی توشه. من هم مانند بسیاری از دوستان دیگر باورم برای این است که جهان جهان آزادی بیان است و به این ترتیب همه نوع تلویزیون و با همه نوع نظر و گفتار باید آزاد باشه. در کنار اون منم آزاد هستم که نگاه نکنم. این که این سریال های تلویزیونی که در ترکیه ساخته میشه تا چه اندازه تأثیر میذاره رو فرهنگ ایران، خب طبیعی است نزدیکتر از سریال هایی است که در آمریکای جنوبی ساخته میشه. برای جمهوری اسلامی هم حتی دیدن اون از سوی مردم قابل پذیرش داره. این که تا چه اندازه همین یک سریال خاص که ایشون بهش اشاره کرد در حریم تاریخی لبه های تاریخی رو جابجا میکنه، یعنی از دورانی که درگیری بین صفویه تا اندازه‌ای با دولت عثمانی یه زمان دوستیشون و سپس درگیریشون هست، تا چه اندازه به نقل درست تاریخی میپردازه و تا چه اندازه به نقل نادرست میپردازه، هنوز به اون مرحله نرسیده. ولی به نظر میرسه که این آقا اون بخش ها رو دیده، چون داره در مورد بخش هایی اظهار نظر میکرد که هنوز در برون مرز به ویژه در لس آنجلس که به تازگی این سریال با اومدن اون شبکه و یارگیریش در شهر لس آنجلس رسم شده و پخش میکنن هنوز به اون مرحله نرسیده. به این ترتیب پیش داوری نمیشه در مورد این مسائل کرد، ولی اون ایشون این کاری که میکنه مثل یک وبلاگ نویسیه و به نظر من نباید در فکر تئوری توته تا اینکه مثل بسیاری از دوستان که به ظاهر در زندان بودن ولی براشون سشوار و تلفن دستی میدادن، حال به عنوان رهبران اپوزیسیون سر در میارن و در برون مرز هستن، اون موقع باید ترس اگر به اون مرحله رسید. جالبه اینا که میان و با سشوار براشون خلاصه سشوار بهشون میدن، سلفون بهشون میدن، خب از سباحت منظر و وجاهت سر قد بودن و خلاصه قد سرمانند و بلند بالای میان توهی هم هستند. چی گفتم آقا؟ من چی گفتم؟ آقای گوهرزاد همون حرف میزنید. آقا شما من چرا منو ایگنور میکنید؟ نه. من چی گفتم آخه؟ خیلی قشنگ گفتی ولی خودتونم باید بیت دومشو بنویسین. ببینید آقای گوهرزاد هم تقریبا همون حرف منو میزنن که بله شما میتونید پخش کنید، میتونید، نمیشه که اول اومد دیوار برلین کشید و گفت نه.
اما توجه داشته باشید یک مدتی این یکی از هدف‌های جمهوری اسلامی آقای خمینی گفتن صدور انقلاب به خارج از کشور، صدور فرهنگی انقلاب به خارج از کشور. یادتون نره یکی از دلایلی که لس آنجلس زانو زد پخش تمام سریال ها و فیلم های ساخته شده در جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. درود بر شما. درسته؟ به تدریج لس آنجلس وارفت، مبارزات خابید. ببینید آقای گنجی وقتی داشت شما نکات بسیار حساسی رو دارید میگید در همین جملات کوتاه. متاسفانه یعنی ضمن اینکه ما یه جریان فرهنگی رو داریم، خب حمایت میکنیم، هممون هم عصر رو بر این میذاریم که به هر حال یه جریان فرهنگی هست، ولی این هشدارهای شما نشون میده که ما بر چون شناخت نداریم نمیتونیم به راحتی قاطی بشیم. دقیقاً. ببینید تونی نازنین من اصرار داشت که من حتما سریال هایی رو ببینم و مهران مدیری رو خدا میدید. مهران مدیری آدم بسیار توانایی است، مثل آقای کیار رستمی، اونم آدم توانایی است، آقای ایکس هم آقای توانایی است. ولی توجه داشته باشید ما نباید من میگم کنترل کنیم خودمون رو. چرا؟ به تدریج ما ذوب میشیم، به تدریج آب میشیم. مثل بعد وقتی آقای گنجی داشت ادای بابی سانز رو در می آورد، شما یک نکته دیگر رو باید توجه میکنید، چگونه این آدم بارها نوشت، شجاعت نشون داد و گفت آقای رفسنجانی عالی جناب سرخ پوشه. آقای نوریزاده دوست منم اگه یادتون باشه کتاب نوشت بر همین مبنا، مقاله نوشت، تبچه، همه هم این کار کردن. آقای مهری هم مصاحبه میکرد دنبال این قضیه بود. درسته؟ بله. چگونه آقای گنجی یک دفعه یادش اومد نه این رهبر سیاه پوش، عالی جناب سیاه پوش بود، ولی در ازای این نقش آقای گنجی در خارج از کشور چی بوده؟ یک نکته، اولین کسیست که همیشه گفته جنگ نه، جنگ نه، مثل اینکه تمام خارج از کشور منتظر بود جنگ رخ بده، فقط آقای گنجی پرچمدار زدگن. حالا مصاحبه آقایی به نام نقیب‌زاده رو بخونید، تئوریسین سیاسی اون مملکت، با سایت دیپلماسی ایران آقای صادق خرازی اولین حرفی که زده، آقای گوهرزاد شما گوش کنید چون دوست شما رو میخوام بگم، سوال شده انتخاب مجدد آقای اوباما چه تأثیری داره؟ گفته مثل هست، برید در سایت ها بخونید، مثل امدادهای غیبی است. اینم ایرادی نداره. کی گفته اینو؟ این آقای نقیب زاده تئوریسین. چرا؟ اینش نکته مهم اینجاست. چرا سایه جنگ از سر ما برداشته شد؟ پس رژیم نه فقط از وبلاگ نویسا سیندرلای ایرانی میترسه، دستگیر میکنه، از خودیاش میترسه، بزرگترین وحشت رهبران رژیم جنگه، مردم نه، رژیم. برای همین آقای گنجی این وظیفه رو انجام میده. همین، من این رو بهتون میگم، میگم بازی رو از قبل بخونیم که بعد دچار بحران اندیشه نشیم. سپاسگزارم آقای گوهرزاد. شما اگه نظری دارید به اختصار بفرمایید، بریم سر بحث دیگری. من میخوام در مورد یک مورد دیگه که به این مسائل نزدیک است من نظرم رو بگم، برای اینکه اتفاقا تصور میکنم اگر اشتباه نکنم آقای خدابخشیان هفته گذشته، یعنی در چند روز گذشته که روز شب انتخابات بود، از داستان خانم والری جرت صحبت کرد. والری جرت، حالا من اون چون اون آگاهی در اون شب نداشتم، نه نظر منفی دادم نه نظر مثبت و چیزی نگفتم. امروز هنگامی که در ایمیلام نگاه می‌کردم دیدم یک ایمیل تازه رسیده، که نوشته، یک مقاله انگلیسی است از فاکس نیوز که یک دختر جوان ایرانی نوشته و نوشته که در وبلاگ نویس‌ها این رو می‌نویسن که خانم والری جرت در ایران دیدار کرد. خیلی خوب که این مقاله رو خوندم، برخلاف مقالاتی که در آمریکا
می نویسن و در وبلاگ های مثل سی ان ان و حتی در خود فاکس نوشته میشه و ام اس ام بی سی، یه دقت نظر توش وجود نداره. این خانم گرامی ایرانی به زبان انگلیسی وقتی می نویسه که وبلاگ دو وبلاگ نویس در مورد این نوشتن، نیاز بود که وبلاگ رو می نوشتی که. خب من نگاه کردم، دو تا وبلاگ ساختگی در ایران که یکیش هم به اون یکی پاس میده، یعنی یک وبلاگ هست به اسم نیوز نامه یا نامه نیوز، هر کدوم میخواین اسمش رو بذارید نامه نیوز، و یه دونه متن هفته. این دوتا که هر دو کار یک گروه هست و کار یه جا هست و تازه به وجود اومدن، یک موضوع رو در مورد خانم ولری جرت نوشتن. اونها هیچ منبعی ندارن، نوشتن گفته میشود، ولی این گفته میشود وقتی میاد در لس آنجلس، برای اینکه در یک خانواده ایرانی در موردش صحبت میشه از فارسی به انگلیسی، روزنامه‌نگار ایرانی انگلیسی زبان در فاکس نیوز از اون به عنوان یک مدرک مهم که در سایت های مهم اینترنتی و وبلاگ ها میگردد صحبت میکنه. دوستان گرامی من هم برای من، آقای خدابخشیان، و برای دیگران میفرستن و همه ما اینجا نشستیم که خب نگران نباشید، خانم ولری جرت مثلا هفته پیش در شاب‌دولزی بود. اینجوری میتونن با خبرهای ما بازی بکنن. ببخشید، سپاسگزارم. من نمیدونم، فکر نمیکنم خانم ولری جرت به ایران رفته باشه. اصلا اینطوری نیست. اولا مذاکرات پنهانی هرگز در تهران و واشنگتن صورت نمیگیره. اگر ببینید، خانم والری جرت مشاور رسمی آقای اوباماست، ما همه میدونیم، امنیت ملی، درسته، امنیت، آفرین. خانم سوزان ملونی مدتی ایشون مشوره، ولی خانم جرت نمبر وانه. ایشون مسائل ایران رو بهتر میشناسه، پس ممکنه به خاطر اینکه آقای اوباما تمایل نشون داده، بالاخره فشار روشه که بالاخره این مسئله ایران رو حل کن، یا سلاح اتمی رو از دستشون بگیر یا مذاکره کن. مسلماً باید خانم جرت یا آقای برنز که دیپلماته برن و در یک نقطه ای نه با مقامات بلندپایه رژیم، با واسطه ها صحبت کنن. هیچ وقت شما نمیتونید به خانم جرت ایراد بگیرید چرا رفته مذاکره کرده. ایشون مشاوره پرزیدنت آمریکا و آمریکا داره از نقطه نظر استراتژی بازیای خودشو ادامه میده. یعنی ما یک مقدار همیشه باید درک کنیم، ولی این نکته هم که آقای گوهرزاد به درستی اشاره کردن، گاهی همین تلویزیون ها با آوردن یه لومپنی از ایران میرن و این رو نشون میدن به عنوان رهبر دانشجویان ایران. چرا؟ میخوان کانگرسمن ها رو رنگ کنن و بعدم توش میمونن. دقیقا، باریکل، همیشه دقیقا درست میگه. حتی من به شما اگه یادتون باشه گفتم یک تهران تریبیون، تهران بیرو سایتی اومد قبل از جنبش سبز، اون سایت نوشت مصباح یزدی فتوا داده آقای احمدی نژاد رو انتخاب کنید، و درست میگه آقای گوهرزاد نازنین، چون انگلیسی بود، فاکس یا ایکس، کدوم تلویزیونی که فراخور میلش هست اون رو پخش میکنه از یک منبع، ولی هیچ وقت نمیدونی این منبع ها کی هستن، چگونه هستن. خب اگه در این قسمت به اندازه کافی فکر میکنم که صحبت کردیم، اجازه بدید به یک مورد تازه نقض حقوق بشر در ایران، یعنی مرگ دلخراش ستار بهشتی بپردازیم. ستار بهشتی یک وبلاگ نویس ایرانی است که یک دو روز بعد از اینکه بازداشت میشه به قتل میرسه و فوت میکنه. من از این لحظه به بعد میخوام که هم آقای گوهرزاده داشته باشیم و هم آقای رضا مهاجری نژاد رو که ارتباط داشتن با آقای ستار بهشتی. در ابتدا از آقای مهاجری نژاد بخواهیم که اون چیزی که در رابطه با ستار بهشتی میدانند و مرگ او برای ما بیان بکنند. آقای مهاجری نژاد، مگه ما نمیتونیم هر دو رو با هم داشته باشیم؟ یکی از کامپیوترشون ایراد داره، دست یکی میتونیم داشته باشیم، یکی از کامپیوترهای اینا ایراد داره. حالا فعلا سعی می‌کنم. بله، این رو آقای مهاجری نژاد هم خودش جزء همون دانشجویانی بود که با آقای منوچهر محمدی اینا دستگیر شدن. بله، با هم بودند. بعد مهاجری نژاد برای ایشون و آقای بله محمدی صادر شد و البته من نمیدونستم که امشب ما مشکل داریم و نمیتونیم دوتا وبسایت رو با هم داشته باشیم، ببخشید دوتا شرکت کننده رو داشته باشیم. کاش این رو به من میگفتید دیگه، اقلا بدونم که باید چیکار بکنم.
آقای مهاجری نژاد شخصیتی است که آگاهی داره. داستان آقای ستار بهشتی به مجلس ایران کشیده و رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس گفته که جمله خیلی جالبه، گفته که احتمال داره که ستار بهشتی به مرگ طبیعی مرده باشه، این احتمال وجود داره. این جمله خودش خیلی مسئله است. یعنی ببینید جمله عیناً اینه، احتمال اینکه ستار بهشتی به مرگ طبیعی مرده باشد وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی ما شکنجه ندادیم؟ نه، این قضیه زهرا کاظمی نیست. اینها میدونن. خود چرا باید مجلس جمهوری اسلامی یک دفعه چنین دهرحمی پیدا کنه که بخواد به این مسئله بپردازه یا بقیه این عالی جنابان سیاسی؟ چرا؟ چرا اینا یک دفعه دست پاچه شدن به نظر شما؟ برای اینکه شرایط عوض شده. دقیقاً. شرایط کشتن زهرا کاظمی دیگه نیست. آفرین. اونو میتونستن بگن یک حادثه بود، ولی این به عمد بوده و به نظر من خود رژیم متوجه شده. همون گونه حالا خودشون میگن سعید امامی و یک گروه به اصطلاح نافرمان که من اصلا باور نمیکنم. همشون هم اطلاع داشتن، همم دست به یک کرده بودن، حتی گروه آقای حجاریان هم اطلاع داشت چه اتفاقایی در اونجا رخ میده، کشتارهایی که صورت میگیره، آقای فروهر یا دیگران. امروز به نظر من فرامرز خان یک نیرویی که باید بخشی از حراست سپاه باشه دیگه به هیچ کدوم اینا رحم نمیکنه. حتی نگاه کنید رفسنجانی نمیتونه بچه هاش رو حتی به گونه دیگری به اصطلاح باش رفتار بشه. به نظر من یک نوع هراس به دل رهبران مذهبی رژیم افتاده. ببینید این حضرت آقا رئیس کمیسیون امنیت داخلی در جای دیگه میگه که این رابطه که قصور و تقصیری از جانب مأموران وجود داشته باشد به نتیجه نرسیده است. و سوی دیگر نتایج پزشکی قانونی دال بر این است که هیچ گونه آثار مؤثری در فوت ایشان یعنی ستار بهشتی وجود نداشته. باید منتظر ماند تا نتایج آزمایشات به دست ما برسه. این حرف رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی است. ولی اجازه بدید که گزارش پزشکی قانونی چی میگه. در گزارش پزشکی قانونی که دادستان کل کشور یعنی آقای محسنی اژه‌ای یکی از جنایتکاران شناخته شده جمهوری اسلامی با سوابق متعدد در این زمینه، یادتون میاد این گوشه کی رو کند؟ وقتی رئیس دادگاه بود سحرخیز نبود، پرید گوشش رو گاز گرفت. این مایک تایسون. بله اصلا باورتون میشه همچین موجودی دادستان باشه در ایران؟ ولی هست. همین آقا داره میگه که خوب توجه کنید، ایشون رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجیه، ولی آقای دادستان کل میگه که پزشکی قانونی نظریه مفصل داده که در آن اعلام شده است 5 جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست، پشت کت و یکی از رانهایش دارای علامت کبود است، کبودی است. یعنی چی هستن؟ این دوتا مگه میشه به اینقدر تضاد رو ما بتونیم بپذیریم؟ تنها توصیه من این است که این جنازه ها رو نذاریم در خیابان، بعد به فکر یک برنامه دیگر، یک داستان دیگری باشیم. چون من هنوزم معتقدم جنازه ندای نازنین هنوز روی زمین مانده، چرا که ما خیلی زود ندا رو فراموش کردیم. ما عادتمون شده، ما هر بار میاییم از خانم نسرین ستوده صحبت میکنیم هممون، و بعد از یک مدتی نسرین ستوده فراموش میشه. همینجوری که من یک روزی متوجه شدم خود من سهل‌انگاری کردم و باید برای آقای جعفر پناهی زودتر حرف میزدم، چرا که یک روز این جوان به خودش این شهامت رو داشت که من در تلویزیون تپش بودم درباره فیلم آفساید صحبت کرده بودم و دیدگاه سیاسی، به من زنگ زد و چقدر صادقانه، چقدر صمیمانه هم سپاسگزاری میکرد هم توضیحاتی میده. ما 2-3 بار با هم حرف زدیم که من از ایشون خواهش میکردم کوتاه‌تر صحبت کنن. ببینید بسیاری از این دوستان نازنین که یک شهامتی دارن که دارن،
برای من همیشه این مسئله پیش میاد، ما زود فراموشکار میشیم و رهاشون میکنیم. حالا چقدر در مورد آقای ستار بهشتی صحبت خواهیم کرد؟ یک هفته. اجازه بفرمایید که با هم به ویدیو کلیپی که در برنامه نسیم شمال هم پخش شد از صدای آقای ستار بهشتی قبل از که دستگیر بشه و به قربانگاه بره، با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم. حدوداً این 45 روز گذشته، یعنی 32 روز دو بار خونمون رو بازرسی کردن. یه بار من لپتاپو داده بودم بیرون برای تعمیر، فقط جزوه و یه چند دفترینا بود بردن ازم. یه بار که از این دوستان خبر، همسری ها خبر داد که یه عده مونده سر کوچه، اومدن خونه رو بازدید کردن و رفتن. وقت میشه یه بار آخرین گردششون، گشتنشون حدودا نزدیک 10 روز پیش بود که اومدن. دو بار اومدن، یه بار نزدیک 10 روز پیش، یه بارم مثلا اولیش 18 روز 20 روز پیش بوده. اما چیز خاصی نیست جزوه ها، مثلا سخنرانی هایی تو نماز جمعه میشه، خبرهایی که میشه و تو دفترام مینویسم که تو مطالبم ازشون استفاده کنم. از اینا بردن، از این دفترها بردن، چند تا از این دفترها داشتم، مثلا تیکای روزنامه رو مثلا میزنم تو اون دفترها، از اینا بردن. بعدا فعلا چی خبری نشده، اما قصد دارم اگر یه بار ببینم مشکلی پیش بیاد اینا، قصد دارم خارج بشم از ایران. فعلا هم یه مقدار هنوز برای من نه نامه احضاری اومده، هیچی نیومده. فقط همین دو بار اومدن، با یه بار مادرم نبود، دفعه دوم بود. یک ذره اگه بگی ناراحت اینم که بیان همین الان بیان منو بازداشت کنن ببرن، اصلا ناراحت این نیستم یک ذره. خدا میدونه، فقط دلم نمیخواد این پیرزن، این مادرم مثلا ببینه، بفهمه، متوجه بشه، ارث و جوشیم بخوره. این بنده خدا میگه این خودش میگه برو بیرون، واقعا من خیالم راحت باشه تو بیرونی. از این لحاظ وگرنه به خدا مثلا اصلا یعنی بیان ببرن مثلا من همین الان میام میگم آقا تنها به دارو میخوام میذارم دور گردن، میگم آقا این مردن شرف داره به این زندگی، به این ننگ زندگی کردن، چون واقعا زندگی نمی کنیم، داریم بردگی میکنیم، بندگی میکنیم. بینندگان عزیز، اجازه فرمایید که بریم در سان فرانسیسکو. آقای گوهرزاد رو هم داریم همراه برنامه. بریم در ابتدا صحبت کنیم با آقای رضا مهاجری نژاد چند دقیقی و قصه رابطه ایشون و آقای ستار بهشتی رو بشنویم. آقای مهاجری نژاد سلام، در خدمت شما هستیم. درود بر شما های فرزنده و تمامی آقای خدا بخشان و تمامی بینندگان عزیز. حقیقتش خواهی هم گونه که میدونید این خبر ناگواری بود که شنیدیم و واقعا باورم نشد، با که رویداد شخصی که ایشون داشتن و فرد بسیار صادق، انسان بسیار شجاع، متعهد به جامعه خودش، مردم خودش، عاشق خانواده خودش، به خصوص مادرش. اینه که چنین فردی با این قلب بیالایش خودش بیاد این برخورد انجام بده،
با اینکه حتی صحبتایی که انجام میگرفت طبیعتاً صحبتایی میشد که ستار عزیز مراقب باش، چون وقتی داره انتقاد میکنی به ولی فقیه، ولی فقیه در اونجا برای کسان حکومتداران جمهوری اسلامی در حقیقت خداست، همه چیز اوناست، اون ستون اصلی حکومت جمهوری اسلامیه که ایشونو میبرن. شما حساب کنید یک فردی رو میان از خونش میبرن با حکم قضایی و طبیعتاً ایشونو میبرن زیر شکنجه، یک روزی هم میارن در بند 305، یعنی جنایت خودشونو، اون نحوه شکنجه خودشونو به نمایش میذارن برای زندانیان دیگه و بعد از چند روز دیگه ایشون رو میکشن. تنها تصویری که میشه، یعنی به نظر من پیغامی که میشه از این امداش، اول اینکه فکر میکردن ایشون عضو سازمان خاصی نیستن و طبیعتاً یک فرد به نوعی از دید خودشون میتونه این هزینه نمیتونه براشون زیاد باشه، و از طرف دیگه من فکر میکردم که یک پیغامی باشه برای کسانی که در فیسبوک و رسانه‌های اجتماعی میان از آقای خامنه‌ای انتقاد میکنن، میخواسته یک ترس و رعب و وحشتی باشه، برای یک پیغامی باشه برای کسانی که از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد میکنن. سپاسگزارم. آقای خدابخشان، شما نظری دارید؟ پرسشی دارید؟ من پرسشم از آقای مهاجرنژاد نازنین که یکی دو بارم از خودشون حضورم پرسیدم، این بچه های این شهامت از کجا میارن؟ خود بچه آقای مهاجرنژاد، آقای محمدی ها میدونستن رژیم به سراغشون خواهد آمد. حرف همیشه این پرسش برای من هست، آیا این خشمه، این نفرته که این بچه‌ها رو این چنین پرشهامت کرده؟ چون بالاخره همینجوری که خود آقای مهاجرنژاد به تونی نازنین گفته بود، توصیه کرده بودن به آقای ستارخان که یک کمی کوتا بیان. چرا کوتا نمیان آقای مهاجرنژاد نازنین من؟ آقای خدابخشان عزیز، همونگونه خب باید وجود می خودتون هم میدونید، یعنی تمام انقلابات مختلفی هم که در دنیا اتفاق میفته، تمام این جابجایی‌هایی که انجام میگیره، اون خشم و نفرت و انزجاری که از حکومت فعلی، حکومتی که مردم دارن باهاش مبارزه میکنن، به حدی میرسه، به درجه انفجار میرسه. چنین حالاتی هم در داخل ایران میبینیم. ببینید ستار بهشتی در حقیقت یکی از رهروان جنبش 18 تیر بود. ایشونو در سال 1882 در سالگرد 18 تیر دستگیر میکنن. هر سال که میاد وقتی نابسامانی‌های کشور رو میبینید، خشم افسوده میشه. من یادمه که یک روزی صحبت میکردم، با توجه به اینکه میدونستم خیلی عاشق مادرشه، یک فردی که نونوور خانواده بود، در یک اتاق کوچیکی با مادرش زندگی میکرد و گهگاهی وقتی با ایشون صحبت میکردم، با مادرش هم یه سلام علیکی میکردیم، این عشق به مادرش رو وقت در وجودش میدیدم و با توجه به اینکه خودم در اینور آبها بودم، در داخل ایران نبودم، توصیه میکردم که ستار عزیز کمی مراقب باش، چون یه وظیفه احساس مسئولیت بیشتری میکردم. یک روزی ایشون خیلی ناراحت شد از من، یعنی گفته بود وقتی شمایی که از اون جنبش 18 تیر با اون وضعیت چرا اینو به من میگید؟ من وقتی میرم بیرون وضعیت مردم رو میبینم، فقر، بدبختی، بیچارگی، که خودم یک فرد کارگر هستم، این فقر و گرسنگی رو میبینم، بیش از هر کسی زجر میکشم و اگه نتونم اینو فریاد بزنم و دیگه جای تحمل نیست که من بخوام در خودم نگه دارم. و این شرایطی که در داخل ایران، ستارها زیاد در داخل ایران داریم، حکومت جمهوری اسلامی کارو به جای رسونده. وقتی آدم داره با این حکومت مبارزه میکنه، من میگم خودم واقعا این خبر رو شنیدم، با اینکه همیشه از خشونت بیزارم، یه جایی آدم میرسه واقعا فاصله این که آدم باور به اعتقادات خودش رو داشته باشه، یه تارموی بنده تا آدم بخواد به مرحله دیگه فکر کنه. اینه که جمهوری اسلامی حکومت اینو بر مردم تحمیل میکنه، به خصوص وقتی آدم آگهی پیدا کنه که این رژیم مسبب تمام بدبختی‌ها و مشکلاته و در رأس این رژیم ولی فقیه مسئول تمام مشکلاته، مطمئنن تمام نشانا به سمت ولی فقیه میره و جایگاهی که قرار دارن. و من فکر کنم ستار اینو کنار عزیزان دیگه بیش از هر زمانی درک کرده بود و این احساس مسئولیت خودش رو در قلمش، در مقاله ها، در نوشتارهای خودش بیان میکرد. و شما نگاه کنید کجای دنیا شما میبینید یک فرد در اصل تمدن به سر اینکه بیاد انتقاد کنه، بیان بازداشت کنن، تحت شدیدترین شکنجه ها قرار بدن و ایشون رو به قول معروف با این وضعیت بسیار دردناکی، شما نگاه کنید واقعا فاجعه آمیزه. و اینه که تمام ما باید در هر کجا قرار، فرق نمی کنه در اون مرز باشه، برو مرز باشه، ایشون متعلق به همه هستش. این احساس مسئولیتی که باید داشته باشیم، این رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی که بر مبنای، یعنی پایه‌های این رژیم بر اساس خشونت، کشتار،
از 3 دهه پیش استوار شده تا به امروز داره اینو ادامه میده و این رژیم به هیچ وجه ممکن نمیتونه سیمای خودش رو عوض کنه، چهره واقعیش همینه. و هم فکر کنم این سپاسگزار جناب مهاجری نژاد. یک سوال خیلی سریع، چون آقای مهاجری نژاد هم در داد به استاد در بیدادگاه اینا محاکمه شدن هم دستگیر شدن، چه کسی عامل مرگ؟ آیا یک بازجو میتونه یا دادستان حکم میده؟ واقعا در اونجا پشت اون درهای بسته یا اون میله ها چی میگذره؟ مرگ اتفاق میفته. سوال خیلی خوبیه آقای خداوخشان عزیز. اتفاقا هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی در وزارت اطلاع جمهوری اسلامی، اول اینکه آقای خامنه‌ای یک فردی داره که نماینده ایشونه در وزارت اطلاعات و هیچ فردی در وزارت اطلاعات نمیتونه جدا از خواسته ایشون عمل کنه، به خصوص کسی که زندانی عقیدتی سیاسی باشه. و از طرف دیگه ما با توجه به اینکه خودمون بارها در دادگاه جمهوری اسلامی محاکمه شدیم، هیچ قاضی هم در داخل جمهوری اسلامی نمیتونه حکم بده بدون از خواسته های وزارت اطلاعات. یعنی وزارت اطلاعات حاکم در اونجا و با توجه به اینکه اتفاقاتی که شاهد بودیم، خود آقای احمدی نژاد ریاست جمهور انتصابی نظام جمهوری اسلامی هیچ کنترلی بر وزارت اطلاعات نداره و این نهاد مستقیما زیر نظر رهبر اداره میشه. و من گفتم به نظر بنده و خیلی از عزیزان دوستانمون وقتی صحبت میکردیم در کشته شدن آقای ستار بهشتی به خاطر این بوده زرچش میگرفته بشه از کسانی که میان در فیسبوک و رسانه‌های اجتماعی از آقای خامنه‌ای در داخل ایران انتقاد میکنن. اینی که امکان نداره در وزارت اطلاعات اتفاقی بیفته که به بیت رهبری منتسب نباشه و آقای خامنه‌ای ازش ناآگاه باشه. سپاسگزارم جناب مهاجری نژاد از شرکتتون در برنامه. بسیار ممنونم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. حالا آقای گوهرزاد رو خواهیم داشت. ببینید سوال خیلی دقیقی رو شما انجام دادید. من یاد میگیرم. واقعا یاد میگیرم. شما در زمان جمهوری اسلامی که در ایران نبودید. نه. بازجویی پس ندادید. نه. درست. من خیلی بازجویی پس دادم. یعنی کتاب بازجویی های من به این قدره. درست. صریحا هم بهتون عرض میکنم خدمتتون که باید حق مطلب ادا کنم، هرگز مورد ضرب فیزیکی قرار نگرفتم. برای اینکه یه آدم ناوابسته به همه جا بودم، یه تاکتیک فردی رو انتخاب میکردم برای اینکه خودم رو نجات بدم از این بازجویی به یک بازجویی. و این بازجویی ها 2 سال تمام طول کشید، هر 15 روز یک بار. من وقتی برای بازجویی ها میرفتم دچار اسهال میشدم. میدونید از 24 ساعت قبل از بازجویی تمام سلامتم از دست میدادم، با زن و بچه خودم خداحافظی میکردم و میرفتم برای بازجویی، چون هر کدوم از این بازجویی ها ممکن بود دیگه برنگرد. در بازجویی که در زندان اوین پس دادم به مدت 8 ساعت، چشمندم به چشمم بود. ببینید تمام اون قسمتی که من داشتم بازجویی پس میدادم، آثار خون به در و دیوار بود و بعد صدای شکنجه و زجر رو میشنیدم. ببینید الان همین آقای ستار بهشتی، خوب توجه کنید، قبل از مرگش اشاره میکنند که خسته و کوفته بوده و احساس سنگینی در قلبش میکرد. شما میدونید که با تزریق یک سری از داروها میشود قلب رو از بین برد. اکبر محمدی فکر کنم به این صورت کشته شده. تازه این کارا رو که نکنن، همین اظهار نظر و اعتراف آقای کی اژه‌ای، دادستان کل کشور، میگه که 5 جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست، پشت، کت و یکی از رانهایش دارای علامت کبودی است. من اصلا با نظر آقای مهاجری نژاد در این مورد موافق نیستم که رهبری دخالت میکنه. نه، بازجویی این اختیار داره. اگر چکی که میزنه از یه نقطه‌ای فراتر بره، اگه مشتی که میزنه به سر اشتباهاً اصابت بکنه به نقطه‌ای که به طور استاندارد نباید اصابت بکنه، خب طرف میمیره. این اجازه جنایت یعنی مجوز بازجویی. میتونه. هر بازجویی یک آدمکش حرفه‌ای است در سیستم قضایی ایران.
میکشن و بعد میگن اتفاق افتاد. بله، یعنی این که شما یه حکم میگیرید که بازجو باشید، یعنی این که شما میتونید مثل سگ با یک سری انسان دیگه رفتار بکنید، همونطور که سگ رو میکشید انسانی رو که در مقابلتشون هست بکشید. این اختیار رو در حکم انتصاب شما به نام بازجو به شما میدن. خیلی دلم سوخت به خاطر اون صداهای زجه فراوانی که شنیدم. اجازه بدید که تا رضا گوهرزاد به ما ملحق بشه یک کلیپ دیگری رو از این جریان ببینیم. با صدای فرهاد تهیه شد و قبلا پخش شد، با اون نگاه کنیم، برگردیم و نظر رضا گوهرزاد داشته باشیم. یه مار بود یه مار، با دستای فقیر، با چشمای محروم، با پاهای خسته، یه مار بود یه مار. شب با تابوت سیاه نشست توی چشماش، خاموش شد ستاره، افتاد روی سایشم، نمیموند هرگز پشت سرش، غمگین بود و خسته، تنهای تنها. با لبهای تشنه به عکس یه چشم نرسید تا ببینه قطره 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 آب قطره آب در شب بی تپش، صدا صدا صدای پا صدای پا. بله آقای گوهرزاد، در خدمت شما هستیم و نظرات شما رو می‌خواستم در این در رابطه با ستار بهشتی و خلاصه نظام قضایی جمهوری اسلامی. ببینید جناب فروزنده، مسئله نظام قضایی جمهوری اسلامی وقتی که بهش نگاه میکنیم، پیش از اون که به خود نظام قضایی و مسئله بازرسی و بازپرسی و دستگیری و حکم دادن و این مسئله نگاه کنیم، باید به این مجموعه کار امنیتی نظام به عنوان یک حرکت ملوک و طوایفی نگاه بکنیم. دقیقا، یعنی اینها ملوک و طوایفی عمل میکنن، هیئتی. نه به این مفهوم که وقتی میگویم که مثلا رهبر در تمام اینها دست دارد یا ندارد، وقتی میگویم ندارد مفهومش این نیست که ندارد، نه، به طور مستقیم هر چیزی روش خودش رو طی میکنه، طبیعی است که این رویدادها پیش میاد، ولی ملوک و طوایفی عمل میشه. چرا؟ میبینیم در کهریزک واقعه دیگری رخ میده که این قابل مقایسه با اوین نیست. در همان اوین اون چه که در بند 209 پیش میاد قابل مقایسه با بندهای دیگر نیست. یا میبینیم که چگونه مسئله زندان رجایی شهر متفاوت میشود با زندان گوهردشت. یعنی هر فردی در اونجا، رئیس زندانی، دادستانی، نماینده دادستانی و همینطور بیاییم پایین تا این موجوداتی که
اسمشون رو گذاشتن بازپرس یا بازجو. ببین این واژه مفهوم داره، یعنی که یک رویدادی پیش اومده و شما رو از شما میپرسن تا نوعی دادخواهی بشه، یعنی علیه شما یه جرمی انجام دادین علیه کسی دیگری که میخوان بازجویی بکنن تا به اون حقیقت برسن. واقعیت این است که هیچ گونه بازجویی انجام نمیشه، چون اینها وقتی میرن سراغ یک وبلاگ نویس چه چیزی رو میخوان بدونن؟ تنها کاری که میخوان بکنن این است که به اندازه‌ای که سهمیه اون آقای بازجو یا بخوانیم بهتر بخوانیم داخل پرانتز شکنجه‌گر هست، تا چه اندازه‌ای میخواد این کار رو انجام بده و تا کجا پیش میره و تا چه اندازه میتونه خودش کنترل بکنه یا نکنه، یا اون زندانی تا چه اندازه اهمیت داره که تا مرحله مرگش پیش برن یا نرن. این رو در این گفتگوهایی که آقای نقره‌کار گرامی با یکی از امنیتی‌های نظام انجام داده، در مجموعه این گفتگو من وقتی میخوندم میدیدم که مثلا ایشون میگه بنده رو از تهران فرستادن از دفتر آقای خامنه‌ای که برم شیراز بگویم که مثلا فاطمه را اعدام نکنی. وقتی به اونجا رسیدم دیدم که مثلا میگن که نه اون دیگه دست مثلا محمد قاضیه، اون محمد قاضی دیگه اصلا رحم نداره، برده نمیتونی پس بگیری و اجازه نمیدن مثلا برید حیات ببینید. یعنی داستان ملوک و طوایفی و یک زنجیره متفاوت خودسری هاست که همه در قالب نظام می گنجه. یعنی این خودسری ها نه اینکه حکومت مخالفش باشه، حکومت مشکلی با این خودسری ها نداره، چون تمام کارش این است که با روش استبدادی و سرکوبش سرکوب کنه، هرچی بیشتر میتواند مردم رو به سکوت دعوت کنه، امکان ماندگاری و آرامشش در خیابون ها بیشتر میشه. به این ترتیب نمیشه اصلا با هیچ گونه از استانداردهای جهانی به اون نگاه کرد، به اون چی که در ایران روی میده، و به این ترتیب هر قضاوتی میکنیم خارج از یک واقعیت منطبق بر منطق خواهد. در واقع شما میخواید بفرمایید مجموعه این بی‌نظمی ها نظام قضایی موجود ایران دقیقا به این شکل است. شما اگر یک فرد معروفی نباشین که در پی شما هستن که حتما باید باهاتون یه جوری شما رو وادار بکنن که تسلیم بشین، یا باهاتون گفتگوی تلویزیونی بکنن، یا شما رو پای ویدیو بیارن برای بقیه پخش بکنن، یا یه ندامتنامه‌ای بنویسین که اونو بتونن چاپش بکنن، اگر در این حد نیست، آدم عادی در بیرون هستین، دیگه صاحب ندارین در زندان. یعنی شما بی صاحب ترین فرد میشین در زندان. میتواند یک رابطه شما رو آزاد کنه، میتواند یک بی‌ضابطگی شما رو به حکم قتل پیش از دادگاه برساند. گرچه در دادگاه هاشون هم به اون شکل یک مفهوم دادرسی داشته صادر نمیشه. ببینید شرایط نظام به گونه ای الان در یک وضعیت 5 دقیقه به نیم شب هست، از نقطه نظر نظامی نمیگم حتی سیاسی، نگاه کنید میتونیم پازل ها رو به هم وصل کنیم و همون نظر آقای گوهرزاد و نظر شما، شما میگید هیئتی، ایشون میگن ملوک الطوایفی، ولی ببینید نظام تکرار میکنه هر روز که فتنه دیگری در راهه، هر روز در سایت های ویژه‌اش. از سوی دیگر مسئله مذاکره با آمریکا وجود داره. مسئله مذاکره با آمریکا یا یک حمله احتمالی در صدر جدوله. اما بیم نگاه کنیم چرا دوست یا مشاور آقای احمدی نژاد رو دستگیر میکنن درست زمانی که احمدی نژاد میاد و میگه من میخوام با آمریکا مذاکره کنم، یا هینت میده فقط برای خودنمایی، آقای جهانفکر میره به اوین. بعضیا میگن برید آقای هاشمی رو با آقای خاتمی بیارید نظام رو از بحران ادامه بدید، بچه های هاشمی میرن زندان. بعد یک وبلاگ نویسی همینجوری که آقای مهاجر نژاد گفتم، من نمیدونستم که همه میشناسنش، در جنبش ها بوده، آدمی است به گفته عام گردن کلوف، میگیرن و میکشن. تمام اینها دقیقا همینی که شما میگید، اما در واقع یک پازلی است که نظام الان من از شما پرسیدم، گفتم اژه‌ای چرا آمده طرف مقابل رو خراب میکنه و میگه نه شکنجه دادن و کشتن. پس در درون نظام یک بحران وجود داره. این بحران ها کمک خواهد کرد به نظر من، چون امروز هم من رادیو اسرائیل با آقای منشی همیش صحبت میکردم، گفتم رهبر نمیتونه با آمریکا صحبت کنه، رهبر به آمریکا دستا زوب میشه، تمام میشه کارش.
دوستان رهبرم نمیتونن. پس باید شما در مملکت یک بحرانی چنان عظیم پدید بیارید که حتی نظامی باشه. بعد همین آقایون سردارا، چون به نظر من الان حراستی ها قوی تر از حفاظتی ها و امنیتی هن. سر ببینید یک جریانی داره، درست مثل کجیبی که در دوران قبل از و بعد از گورباچف همه بحران ها رو اداره میکرد و سرانجام اونها اومدن با پوتین سر کار. در ایران هم یک جریان های پشت پرده دارن دوستان دیگر رو در واقع تصفیه میکنن و حالا باید ببینیم چقدر قربانی خواهند گرفت. حتما تردیدی نداشته باشید، آقای ستار بهشتی نفر اول و دوم نیست، اینها قربانی خواهند گرفت، چرا که بیشترین وحشت اینا از نسل آینده ایرانه و سیندرلا ها، دختران ایرانی. البته من با این تشبیه این دختران به سیندرلا ها با شما خیلی عقیده نیستم. چرا؟ من بیشتر فکر میکنم اینا ژاندارک های جوان ایرانی هستن. ولی سیندرلا یادتون نره دختر فقیری بود. من اتفاقا اینا بسیارشون فقیر نیستن. نه میگم مربوط به طبقه متوسط هم. وقتی میگم سیندرلا یعنی اینا اوضاعشون بسیار خوبه. نه سیندرلا یه دختر خیلی ظریفی بود. ژاندارک که شما را که بالاخره یه کفشی رفت و یه شب عروسی و زندگیش از اون طریق عوض شد. ولی ژاندارک لغت فکر میکنم مناسب بیشتر مبارز بود ولی یادتون نره. ببینید بسیار فاندامنتال بود. نسرین ستوده یه ژاندارک ایرانیه. تنها اونم نیست. خیلی میدونید همه اینا که خانم هدایت همه اینها این مجموعه هستن. یعنی سیندرلا خیلی قضیه رو رمانتیک و شیک میکنه در حالی که اون خشونت یعنی این سیستم راحت سیندرلا رو میتونه قربانی کنه ولی ژاندارک ها از پسشون بر نمیاد. حالا آخرش هم همین خواهد شد. همین بچه هایی که رویاهای زیبا دارن، من از آقای مهاجرنژاد پرسیدم چرا اینا میرن چنین. واقعا ببینید ما نشستیم در لس آنجلس یا هر جا هستیم یا خارج از کشور به راحتی میگیم چه آدمهای مبارزی یا چه آدمهای شجاعی، ولی واقعا شما زندگیتون رو قمار میکنید. بله اتاق فرمانم اطلاع داد که خیلی از صحبت های همدیگه خوشتون نیاد، زمانتون محدوده. آقای گوهرزاد در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که در زمان کوتاهی که باقی مونده فقط یک نکته ای رو من وام بگیرم از گفتگوهای شما و به این مسئله. ببینید در درون نظام در این ترکی که برداشته شده قدرت ها میخوان با هم دیگه یارگیری بکنن یا اون بخشی از قدرت رو که توان کمتری داره برای همیشه فرو بریزن. به انتخابات آینده ریاست جمهوری نزدیک میشیم. در انتخابات آینده ریاست جمهوری بسیار موثر خواهد بود این یارگیری ها و جناح بندی های درون خود نظام و این در امروز وزارت اطلاعات شما وقتی نگاه میکنین بخش امنیتی یک قدرت بلند در جمهوری اسلامی است، بخش سپاه و بخش اطلاعات سپاه، اینا بخش بندی های مختلف هستن. برای همین است که در خیابان وقتی کسی دستگیر میشه میپرسن چه کسی دستگیر کرده. مفهومش این هستش که اونها هیچ کدوم به حرف یکدیگر گوش نمیدن و هر کدوم در اندیشه اون هست که اون بخش دیگری رو یا حذف کنه یا مال خود بکنه، که با حذف یا مال خود کردن قدرت بالاتر و سرکردگی اون بخش رو به عهده بگیره. اینا همه در درون دعواهای درون نظام تا چه در مورد گفتگو با آمریکا، چه در مورد مسئله اتمی و چه در مورد انتخابات آینده، همیشه این کشمکش و بحران سازی در جمهوری اسلامی وجود خواهد داشت تا زمان فروریزیش تا شدت بگیره و این فاصله بیشتر و بیشتر. شاید تنها سوالی که میشه از آقایون در این مدت مطرح کرد و یک و نیم دقیقه و هر کدوم از آقایون فرصت داد پاسخشو بدن این است که پیامدهای انتخاب مجدد اوباما در کمک به تحولات ایران چه خواهد بود با توجه به پترن و الگو و نمونه‌ای که از کار به حال دوران اوباما در دوران اول ریاست جمهوریش در کشورهای خاورمیانه داریم و اینکه این روابط شکرابی که با اسرائیل وجود داره بین ایالات متحده آمریکا و دولت اسرائیل، ولی ما میدونیم که آقای اوباما میدونه که به هر حال به خواست اسرائیلیا نمیتونه بی تفاوت باشه. ممکن در یک دقیقه و نیم بفرمایید که چه نوع الگویی رو دارن طراحی میکنن یا میبینن در رابطه با جمهوری اسلام؟ آقای گوهرزاد.
ببینید من نمیتونم بگم چه الگویی رو طراحی میکنم، ولی اون چیزی که در 4 سال گذشته آقای اوباما انجام داد، پوششش پایان دادن به هر گونه جنگ و گریز از هر گونه جنگ و گفتگو و در مورد ایران مسئله گفتگو و در کنار اون تحریم هاست. به این ترتیب ترسیم تازه ای انجام نمیده. ولی چون به مسئله اسرائیل اشاره میکنیم، آمریکا نیست که به حرف اسرائیل گوش میکنه. آمریکا به سبب قدرت که در مسئله اسرائیل در تاثیرگذار هست در سیاست خارجی آمریکا وجود داره، به یک نوعی از اسرائیل رو حمایتش رو داره. آقای اوباما با تمام این که در طول 4 سالش برخلاف نظر جمهوری خواهان که اشاره کردن و اعلام کردن که با اسرائیل خوب نبوده، بیشترین نزدیکی رو به از نظر دولت آمریکا به اسرائیل داشته. از سوی دیگر اون اسرائیل بوده که حاضر نشده این نزدیک شدن رو قدردانی و سپاسگزاری بکنه، یعنی قدردانی کشی میکنه. انتخابات اسرائیل در 23 ژانویه پیش خواهد آمد. از همکنون آقای نتانیاهو داره با حزب دست راستی آقای لیبرمن نزدیکتر میشه تا بتوانند از حزب کدیما رقابت رو ببرن. اگر بار دیگر آقای نتانیاهو انتخاب بشه، این بستگی به این دارد که در اون روزها سیاست تعیین کننده مسئله سوریه که در همین هفته شورای ملیش تشکیل شد به کدامین سو میره. به نظر میرسه که اسرائیل باید تا اندازه سکوت رو و تحمل بکنه و در واقع زبانش رو گاز بگیره و کمتر کار بکنه، چرا که سیاست این است که این مشکلی که سر سوریه به وجود آمده به نوعی حل بشه تا منطقه رو به یک آتش بزرگتر نکشید. من خیلی سریع اشاره کنم. اولا آقای اوباما آمدن به همون برنامه خانم کاندالیزا رایس رو ادامه دادن، نه برنامه آقای چینی و رامسفلد رو. آقای اوباما درسته بعضیا میگن در 4 سال گذشته به خاطر اینکه نطق قاهره رژیم تهران رو خیال راحت کرد، اما یک بازیای بزرگ استراتژیکی بود که دیدیم در منطقه باید اتفاق بیفته. الان هم جمهوری اسلامی به ظاهر در سایتاش نوشته جنرال پتروس رفت به خاطر اینکه آقای اوباما میخواد تصفیه کنه، با ما مذاکره کنه، این حرفا رو میزنن. اما یک نکته رو میگم، سیستم تصمیم میگیره، سیستم برنامهش در مورد ایران مشخصه، همون روش رو آقای اوباما انجام خواهند داد از لحاظ تاکتیکی. راستی چطور شد رابطه خارج از ازدواج رئیس سازمان CIA 3 روز یا 4 روز بعد از انتخابات امریکا روی صفحه آمد؟ آیا براسی رئیس CIA به خاطر یک رابطه نامشروع مجبور شد از سمت خودش کنار بره یا خیر؟ در این مورد جای بحث و گفتگوی بسیار هست، اما ما امشب یک مورد نقض حقوق بشری داشتیم و به اون نتونستیم بپردازیم. به هر حال نشد، اما فرصت دیگری پیش خواهد آمد و روزهای آینده نشون میده تا چه حد این مطلب دلیل اصلی رفتن جنرال پتروس هست، یکی از بزرگترین جنرال های آمریکایی و یکی از بزرگترین اونها در سالهای اخیر. جناب گارزاد، من به شما وقت بخیر میگم، براتون آرزوی سلامتی میکنم، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. سپاسگزارم، منم به شما شب بخیر. همینطور جناب مالک بخش، خدا باشم، خوش آمدید. مرسی. آقای خانم آقایون، من مسئله آی لوف یو آقای مانوک خدا بخشیان رو نمیتونم حل کنم، ولی ظاهرا در مورد سیندرلاهای ایرانی با هم به توافقی ممکنه نزدیک بشه. هر جای که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد. شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش میبافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از
مردم ما درد داره، یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم، به این تاریخ خوشیدی به این فرهنگ می نازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از 70 نسل قبل 1000 اسطوره پشت ماست. شمالم تا جنوبم اش چه خاک و گندمی دارم، صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، آفتابو میکارم. تو کوها دارن گل گل گل، آفتابو میکارم. توی کوهستون دلش بیداره، توی سینش جان جان جان، توی سینش